أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آی مولوزاد، به شما اطرافیان شما و نشاندگان شما با تقدیم تحفه مصنوعه فخر کائنات بلاد سلام گرم دارم. حامیان اسکروزی هستم از افغانستان. عمر طویل و عزت داریم. به شما از بارگاه قابل حتا التجا دارم. یکی از بینندگان برنامه شما در توحید هستم. افتخار دنیا اسلام هستید. بعد ضمن چند سوال دارم و توضیح فرمایید. ابوبکر صافی در برنامه فتنه فرمود قرآن کریم با من الجنت و الناس ختم شده و باستین به کجا بشد بس می شود. این موضوع چه معنی دارد؟ سوال شما رو متوجه نمی شود. بله، با سوره ناس قرآن به پایان رسیده و خداوند از شر انس و جن، از انس مسلمان ها خواسته که به خدا پناه ببرند. ولی چرا مولانا کلمه باوس یعنی بس را ذکر کرد؟ از خودشون بپرسی بهتره، چون من نمیدونم چه گفته. سوال دوم، چهار مذهب حق است؟ بله، هیچ شکی نیست. چهار مذهب، اشکال در مذاهب فقهی نیست. حتی هفت مذهب، حتی نه مذهب، حتی اون مذاهبی که شاگردانشون نتونستن حفظشون بکنن. قبل از این چهار مذهب مسلمانان به دین و فقه چطور عمل میکردن؟ مستقیم از کتاب و سنت عمل میکردن، مثل سلفی های امروز، مثل غیر مقلدان امروز. و چرا قبل نماز پنجگانه رو ادا میکردن؟ مثل همه امروز. امروز چطور ادا میکنیم؟ اینجوری ادا میکردن. و اگر فقه و مذهب بود، به این چهار مذهب چه ضرورتی دانسته میشد؟ مذاهب اجتهاد فقها در فهم کتاب و سنته. میخوام بدانم معنی لغوی و اصلاحی و فقهی سلف چیست؟ سلف یعنی گذشتگان، نیاکان به معنای لغویش. معنای فقهیش یعنی صحابه و تابعین و تبع تابعین، یعنی اون سه نسلی که پیامبر شهادت و خیریتشون داده. وقتی فقه شریعت شو نصوص حکم و اصول قوانین چهار مذهب موجوده، به صرف چه احتیاج پیدا شده؟ و صرف مجاوزین فقهی مورد از کجا گرفته؟ صلاح صحابه و تابعینت که نصوص و از کتاب و سنت گرفتن. مذاهب عربه و غیر عربه شاگردان سلف هستن، نه استادانشون. در حالی که مذهب امام اعظم صاحب عمل بر سنت است و سنت و جماعت. بله، ولی خب همه سنت در مذهب، در هیچ مذهبی جمع نیست. همه سنت به یک امام نرسیده، به خصوص که اون موقع تعریف مثل امروز نبوده. ولذا همه شما میگفتند که اقوال ما را با کتاب و سنت مقایسه کنید، آنچه را که موافق است بگیرید، آنچه را که مخالف است به دور اندازید. عوام خودش اذیت نکنه. کسی که عامیه از هر کدوم از این مذاهب عربه پیروی کنه مشکلی نیست. کسی که طالب علمه، میخواد جلوتر بره، میخواد به اقوال قویتر عمل کنه، از راه و منهج سلفی جلو بره بهتره.